أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله و من عادت اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این بخش از آیات که از آیه 261 شروع شده است گوشه از مسائل مالی اسلام رو در بر دارد، نه اون طرح کلی مسائل اقتصادی، همونطوری که در آغاز بحث عنایت فرمودید. مسئله انفاق و مسئله ربا از اون جهت که مقابل همان در کنار هم یاد می شوند، نظیر مسئله ایمان و کفر، شرک و توحید، مصلحت و مفسده، صدق و کذب، حق و باطل، سود و زیان، بهشت و جهنم، امثال ذالک رو علاقه تضادی که است در کنار هم ذکر می شود. جریان انفاق که اعطاء بلا عوض است در قبال ربا که اخذ بلا عوض است، این هم رو تناسبی که با هم دارن در کنار هم ذکر می شود. هنوز مسئله انفاق تمام نشد تا به جنبندی نهایش برسیم، چون بعضی از آیاتی که در پیش داریم اون هم ناظر به مسئله انفاق است، نظیر آیه 280 که در پیش داریم که فرمود و این کانه زو غسرتن فنظرتون الى میسره و انتصدقو خیرون لکن. ولی بحث ربا در خلال مسئله انفاق رو همون تناسبی هست که دارن. قبل از اینکه به سیر مسئله ربا در قرآن بپردازیم، به یک تفسیر کوتاهی که مربوط به این کریمه است توجه بشود تا به اون بحث مبسوط برسیم. فرمود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. کسانی که حرفه اونها رباست، از اینکه به فعل مضارع یاد کرده است نشانه پیشه و حرفه است. اونها که رباخارن، یعنی این وصف برای اونها ملک شد، قیام اینها قیام دیوانوار و مخبتانه است. این اختصاصی مسئله قیام از قبر ندارد. یکی از مصادیقش همان است که مرحوم امینالاسلام معنا کرده است، یعنی اینها در قیامت که سر از قبر برمی‌دارند مخبتانه محشور می‌شوند و درست نمی‌توانند حرکت کنند. لکن اختصاصی مسئله قیام از قبر نداره. قیام اینها یعنی خط مشی اینها، حرکت اینها دیوانوار است. زیرا قرآن کریم فرمود خدای سبحان چیزی به بشر یاد می‌دهد که عقل بشر نمی‌رسد، نه می‌داند نه در آینده میتواند بفهمد. یکی از منافع مهم وحی این است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این که فرمود یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، به اینا اکتفا نکرد. فرمود کار پیامبر ما تنها تلاوت قرآن و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه و تربیت شما نیست، بلکه یک نوآوری دارد که اصلا دست هیچ بشر نمی رسد. به شما چیزهایی را یاد می دهد که نه تنها فعلا نمی دانید، بلکه هر شمع علم پیشرفت بکند نمی توانید بفهمید. فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا، که این رسول چهار کار می کند: یکی یسلو علیکم آیاتنا، دوم یزکی کن، سوم یعلمکم الکتاب و الحکمه، چهارم این است که و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، که این آیه بحثش در همین سوره مبارکه بقره قبلا گذشت. یعنی رسول ما چیزی به جوانب بشر یاد می دهند که نه تنها بشر نمی داند، بلکه بشر اون نیست که بداند. نفرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این چنین نیست که اگر علم پیشرفت بکند بازم بتوانید بفهمید. این نظیر کشف کهکشانها نیست یا پی بردن به اعماق اقیانوس ها نیست که علم عهده‌دار اون باشد.
این پی بردن به اسرار خلقت است که مقدور بشر نیست. یکی از بارزترین مصداق این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون های مسئله رباست، که هرچه علم بشریت پیشرفت میکنند مسئله ربا متورمتر میشود، خود ربا ربویتر میشود بدون این که از او دست بردارن، در حالی که قرآن کریم میفرماید جامعه ربوی جامعه مخبت است، در حالی که اونها پیشرفت اقتصاد را در بانک های ربوی میدانن. هرچم علم ترقی میکند خود ربا متورم میشود، عربا میشود. این نشانه آن است که مقدور بشر نیست بفهمد خطر ربا چیست. لذا فرمود جامعه ربوی جامعه است که قیامش قیام مخبتان است. خبت اون ضرب فرعرض است که به طور منظم نباشد. یه وقت یک شتر راهوار بینایی چون راه بلد هست و بیناست مسیرش سالما طی میکند. یه وقت ناقه است اشوا و نابینا اعشاست. این ناقه اشوا گاهی برمیخیزد گاهی میافتد، گاهی براه است گاهی بیراه میرود، گاهی سمش به سنگ میخورد برمیگردد. این را میگن خبط اشوا. این اعشا منش است، مثل اینکه انسان اعشا اگر بخواد حرکت کند حرکتش منظم نیست، این را میگوین خبط. و اگر انسان جن زده و دیوانه بخواهد حرکت کند حرکت او خبط اشواست، او هم مثل اعشامنش حرکت میکند، بینا نیست. این ترجمه کریمه. اصل قرآن بر این است که انسان را عاقل کند، که فرمود کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. و عقل هم در مکتب وحی عبارت از چیزی است که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان. و اگر فرد یا جامعه این نیرو را نداشت عاقل نیست. العقل ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان. عکس نقیض این اصل آن است که اگر چیزی با او بهشت کسب نشد و خدا عبادت نشد این عقل نیست. به این عکس نقیض در بحث‌های قبل قرآن اشاره کرد که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یعنی کسی که از روش خلیل حق فاصله گرفت این دیوانه است. اون چه که در کریمه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه یاد شد، این به منزله عکس نقیض همون حدیث معروفی است که فریقه نقل کردن العقل ما او بده به رحمان و کتسب به الجنان. پس اگر فرد یا جامعه نوری نداشت که با او خدا را عبادت کند سفیه است. این سخن قرآن. ممکن است کسی از سفه او پی نبرد، او این سفهش را مستور کند، اما قیامت که ظرف ظهور سرائر است تبلت سرائر شد سفه او ظهور میکند. این دیوانوار سر از قبر برمی دارد. هر کس در قیامت یه علامتی دارد و در بخشی از قیامت خدای سبحان در باری اون بخش فرمود ما اصلا سوال جوابی نداریم. لا یسألو عن ذنبی انسو ولا جان، در بخشی از قیامت البته، وگرنه در بخشهای دیگر و مواقف دیگر سخن از بازداشت و سوال کردن است که فرمود و قفوهم انها مسئولون. اما در مواقف دیگر فرمود اونجا جای سوال نیست. چرا سوال نمی کنیم؟ چرا لا یسألو عن ذنبی انسو ولا جان؟ بلکه یعرف المجرمونه به سیماها. این یعرف دلیل اون ترک سوال است. هر کسی با هر جرمی محشور می شود. خب چرا سوال بکنیم؟ اگر کسی درند خوب بود و به صورت گرگ در آمد دیگر سوال نمی کنن جرم چیست. اگر کسی هیله گر بود به صورت روباه ظهور کرد دیگر سوال نمی کنن که جرم چی بود، درونش بیرون آمد. این ذیل کریمه فتعتون افواجا روایتی است که فریقان از حضرت نقل کردن که ده حجر حضرت نام برد که ادهی به صورت فرون حیوان، ادهی به صورت فرون حیوان در میان. خب اگر به صورت فرون حیوان در آمدن دیگر جای این سوال نیست که انسان بگوید گناه چی بود، که گناهش همین است. اگر کسی افتان و خیزان دیوانوار سر از قبر برداشت دیگر لازم نیست سوال بکنن که گناه چی بود، گناهش بیعقلی بود. این دیوانوار سر از قبر برمیخیزد. منتها خطر جنون قیامت این است که اینا میفهمن که دیوانن، لذا در عذاب علیمه. مجانین دنیا چه عذاب حسی دارن، عذاب روحی که ندارن. دیوانه از اون جهت که سردش است و نمیتواند خود را بپوشاند و گرسنه نمیشود نمیتواند غذا تهیه کند درد حسی دارد.
اما آبرو ریختن ندارد. بستگان مجنون رنج میبرد وقتی در خیابان او را دیدن، حریم میگیرند. اما دیوانه چون درک ندارد، خزی و رسوایی نمیفهمد. ولی دیوانگان قیامت عاقلی هستند که دیوانه شدن، لذا میفهمند که دیوانن، رنج میبرند. خطر قیامت این است، چون اینا عاقلی هستند که دیوانه شدن، نه اینکه عقل رفت به جنون آمد. در دنیا عقل رخت برمی بندد به جنون، می آید درک نیست، فقط درد حسی. در قیامت اون فطرت هست، اون عقل درون هست، جنون به عنوان عارضی آمده است. این می فهمد که دیوان است، لذات گرفتار عذاب علیم است. روی اون اصل کلی اگر کسی در برابر خدا ایستاد، صفیح است. این صفحه در قیامت ظهور می کند. گرچه هر کسی در برابر خدای سبحان بیستد، این چنین است. الا ان الجنون فنون. و اگر جنون فنون است و درجاتی دارد، مهمترین درجهش مال ربوی هاست، زیرا این یک گناه فردی نیست اولا، و گناهی نیست که فقط قرآن او را تحریم کرده باشه ثانیا. این در ادیان همه انبیا بود، و گناهی است که قرآن کریم بسیاری از امم گذشته را روی همین گناه گرفته است. وقتی در باره بنی اسرائیل استحقاق خشمگین شدن خدا بر اونها را بیان میکند، میفرماد به اینکه اینا رباخار بودن. این چنین نیست که ربا در یهودیت حلال بود، در ادیان سلف حلال بود، یا این چنین نیست که خدای سبحان رباخار را نگیرد. بنابراین اگر کسی به ربا آلوده شد، در حقیقت سفیه است، زیرا اگر یک مشت هیزومی را از انبار دیگران جمع بکند، در انبار خود بیفزاید، این هیزومها را رو هم بیفزاید، اینا که نمو نکردن. اما یک نهالی را بکارد و به صورت یک نخل باسق در بیاید، این نمو کرده است. اگر کسی به جای این که نهال کاری کند و این را نخل باسق کند، هیزومها را از انبار دیگران به غارت بیاورد، در انبار خود جمع بکند، این چوبها را رو هم بگذارد، خیال کرد این نمو کرده است. خب یک انسان دیوانه است که هیزومای روحم انباشته را نمو میپندارد. قرآن کریم میفرماید اگر تکاثری رو ربا پیدا شد، از مال دیگران آمد، رشد اقتصادی نبود، کسب و کار نبود، این که نمو نیست، این مال خشکی است که از جای دیگر جمع کردی. یمحق الله الربا و یرب صدقات. شما اگر بخواد مالتون نمو کند، این رو بکارید، بذر کنید و بذل کنید، اون وقت می شود شجر، این میشه نمو. اگر چوبای خشک در انبار جمع کردید، خیال کردید این شاخه پیدا کرده، این نیست، پس این جنون است. و این جنون در قیامت که ظرف ظهور اسرار و سرایر است، روشن می شود. فبود الذین یاکلون الربا. البته ملازم می فرمید که منظور از عقل خود خوردن نیست، همون تعبیر عرفی خود باست که می گوییم رباخار. در این تعبیرات فرقی بین ادبیات فارس و عرب و امثال ذلک نیست. میگن مال مردم خار، حرام خار، ربا خار. این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تصرف غاصبانه نکنید، ولو با عنوان پوشیدن یا نوشیدن یا سکونت و مانند آن. چون بارزترین مصداق مصرف همون اکل است، در این گونه از موارد میگن مال مردم خار. این که همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، یا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم امثال ذلک، یعنی در مال دیگران از راه باطل تصرف نکنی. این که مالی را با ربا میگیرد، خواه خوراکی باشد، خواه پوشاکی باشد، خواه مصارف دیگر، این در حقیقت آکل رباست. این خط مشیش جنونانه است. سرش آن است که تفکر اقتصادی اینها باطل است. حرف اونها، منطق اونها این است که هیچ فرقی بین داد و ستد و بین بانک ربوی نیست. فکرشون این است، نه تنها عملشون آن، بلکه فکرشون این است که ذالکه بانهم قالو. قالو یعنی منطقشون این است، ولی این حرف رو نزنن. قالو انما البیع مثل الربا. این همون جدال باطل است که با کان الانسان و اکثر شئ این جدلا، این همون یجادلون فی آیاتنا است. اینها نقض میکنن، میگن چطور اسلام بیع رو حلال کرده؟ خب بیعی که شما میگویید همین مثل ربایی است که ما میگوییم، این جدال است. نگفتن ربا مثل بیع است، جدال کردن.
و انهم قالو انما البیع بیعی که شما حلال میدانید و او را روا میدانید مثل همین رباش که ما میگیریم، این جدال است، این جدال باطل است که جادرون فی آیاتنا. خب اگر کسی تراکم هیزم خشک را مثل رشد یک شجره باسق بداند، این مخبط است، این جدال باطل میکند. ذالکه به انهم قالو انما البیع مثل ربا، در حالی که خدا فرمود و احل الله البیع و حرم الربا، این را گشود و او را بست، این در حل است، اون در حرمت است، در ممنوعیت است. ربا منع را همراه دارد، بیع حل و حل و گشایش را دارد. ربا عقاد است و بیع حلال مشکلات اقتصادی است. خدا این را روان کرده مثل نهر و او را بست، یعنی کار ربا بستن است، منع کردن است، ممنوع کردن است، محروم کردن است. لذا ذات اقدس اله تکلیفاً و وضعاً تحریم کرده، هم معصیت کبیره است، حرمت تکلیفی دارد، هم منع وضعی دارد، مال ربوی ملک رباخار نخواهد بود، حرمت وضعی دارد. و بی هم حلیت تکلیفی دارد، هم حلیت وضعی دارد، هم کار شرعا حلال، هم بازدهش حلال است، وضعا و تکلیفا حلال است. و حل الله البيع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. اگر کسی پند الهی آمده به سراغش و او نهی از منکر را پذیرفت، منتهی شد، نهی پذیر شد، بر گذشته او کاری نیست، خدا نسبت به گذشتش عقاب نمی کند. فلهو ما صرف، و امرش هم به سوی خدای سبحان است که خدا نسبت به او در آینده چه خواهد کرد. در این من جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهو ما صرف نسبت به ربویان جاهلیت این چنین است، یعنی کسی که در جاهلیت ربا می خورد و الان مسلمان شد لازم نیست که او مالهای ربوی را برگرداند، اما دینهای ربوی که دارد، اون دینهای ربوی دیگر قابل وصول نیست. فلهو ما سلف، اما نباید به دفترش مراجعه کند و برابر اون دفتر مطالبات ربویش وصول کند. این نسبت به کسی که در جاهلیت بود و بعد مسلمان شد. اما اگر کسی رباخار بود در نظام اسلامی بعد توبه کرد، این شخص هم این چنین است فیه بحثون. و من عاده فاولای که اصحاب النار هم فیا خالدون. اگر کسی با آمدن موعظه الهی دوباره دست به ربا زد و حرفش هم همان است که انما البیع مثل الربا، این دیگر جزء مخلدینی در آتش است. غرض آن است که در مسئله ربا مال قرض میدهد، خب مال برمیگردد. چیز زائدی را مالدار به مالگیر نداد که از او طلب کند که میشه اکل مال و باطل. ولی در بی تولید کرد، کالا فراهم کرد، یا کالای فراهم شده را عرضه کرد به خریدار داد، یک عین از سوی کار در مقابل عین و کار چیز طلب میکند. ربا همونطوری که در خلال این بحث کوتاه مقدماتی اشاره شد در ادیان سلف هم محرم بود و نه تنها جز معاصی کبیره بود، بلکه مایه خشم الهی هم بود. در سوره مبارکه نساء آیه 161 این چنین آمده است که و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما. چرا یهودی ها مستحق عذاب الهی شدند؟ برای اینکه رباخار بودند، مال مردم خار بودند و مانند اون. اگر می‌فرمود و اکلهم اموال الناس، نمی شد انسان استدلال کند که ربا در دین یهودیت هم حرام بود، با اینکه این تمسک که به آن بود در شبه مصداقیه، ما نمی دونستیم آیا ربا هم حرام است یا نه. اما قبل از اینکه این امر را ذکر بکند بفرماید و اکلهم اموال الناس، قبلا فرمود چون ربا خار بودن ما اینها را مؤاخذه کردیم، عقاب کردیم. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه، اگر قد نهو عنه را نمی فرمود باز می فهمیدیم این حرام بود، برای اینکه قرآن در صدد بیان استحقاق عذاب اونهاست که چرا اونها مستحق عذاب بودن. اگر می فرمود چون ربا گرفتن، کافی بود که انسان بفهمد ربا حرام است، چون در آیه قبل این است که فَبِ ظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. بعد تمود و اخذهم الربا، خب این پیداست در سیاق محرمات است، اما این کلمه وقد نهوا عنه برای تأکید مسئله است،
که ربا در اونها برای اونها تحریم شده بود، اونها منهی بودن از اخذ ربا. و اخذ مربا و قد نوعن و اکل انبار الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیم. همونطوری که بخش عبادات در ادیان گذشته سابقه دارد، نظیر صلات و صوم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا درباره صلات عیسی سلام الله علیه فرمود که اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، یا خدای سبحان به موسی کریم هم فرمود بین که عقب صلات ذکری به مانند آن، در مسائل محرمات هم این چنین است. اما در اسلام مثل سایر مسائل فقهی تدریجا این احکام نازل شده است تا به جایی که خدا فرمود اگر دست بر نداشتید فاذنوا بحرب من الله، اگر توبه نکردید از ربا خاری صرف نظر نکردید فاذنوا بحرب من الله، که اون شدیدترین آیه است که در همین بخش بحث‌های ربوی در پیش داریم. قبل از اینکه حضرت از مکه به مدینه مهاجرت کنند و احکام فقهی دیگر در مدینه طرح بشود، در سور مکیه قرآن هم مسئله تحریم ربا طرح شد، نظیر آیه 39 سوره مبارکه روم که فرمود و ما آتیتم من ربا لیربو فی انبار الناس فلا یربو عند الله. این در مکه نازل شد، فرمود به این که شما ربا میگیرید و ربا میدهید که مالتون متورم بشود، برجسته بشود، رابی بشود. این پیش خدا رشدی ندارد و نموی ندارد. پیش خدا نه یعنی خدای سبحان یه جای معینی دارد که در اونجا رشد ندارد، یعنی در کل جهان جا برای رشد ربا نیست. شما آمدید این حیز و مای خوش تو انبار جمع کردید، خیال کردید نموف کرده. از باب استثمن زاورم هست، یک انسان آماس کرده نباید خیال کند فربه شد، این آماس هست نه نمو. نمو آن از شما درختکاری کنید. فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون و چلاه فلا که هم المضعفون. پس در اسلام قبل از این که حضرت یعنی رسول اکرم علیه آلاف و تحیطه و سناب به مدینه مهاجرت کنند و بسیار از مسائل فقهی طرح بشود، در همون مکه ربا تحریم شده بود، منتها نحوه تحریم یکسان نبود. اول ضررهای ربا بازگو شد، بعد کم کم نهی شد، نظیر اون چه که در سوره مبارکه آل عمران از ربا نهی شده است، بعد در سوره بقره به شدت رسید. آیه 130 سوره مبارکه آل عمران این است که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، که این نهی است و این نهی هم ظهور در حرمت دارد و شدیدترین لحنش همین آیات محل بحث سوره مبارکه بقره است. در سوره مبارکه بقره فرمود اینها دیوانوار برمیخیزند. این بعد از اینکه چند بار از ربا سخن به میان آورد، اونگاه فرمود اگر کسی ربا خار بود خط مشی او مشی مجنونانه است، وگرنه ابتداعا نمیفرماید ربا خار دیوانه است، یا ابتداعا نمیفرماید به اینکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فعل لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. این مراحل نهایی است. اول این فرماد به این که ربا سودی نداره، این کار هدری است، بعد نهی میکند. اول ارشاد است، بعد نهی است، بعد بیان مزار اجتماعی است، بعدم تهدید. این چه نیست که فقط به موعظه خالی اکتفا بکند. یکی این که فرمود لیقوم الناس بالقسط، یکی هم وانزلنا الحدید فی بعث شدید. اونجا که نظیر سوره آل عمران که فرمود لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة، این اسباب لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط. اما این که فرمود فعل لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، اسباب وانزلنا الحدید فی بعث شدید است. و همونطوری که در این سوره مبارکه بقره که سوره مدنی است مسئله انفاق را با ربا کنار هم ذکر فرمود، سود و زیان هر دو را مشخص فرمود که ربا زیان آور است و صدقه سودمنده است، در سوره روم هم که سوره مکی است مسئله انفاق و ربا را کنار هم یاد کرده است. در آیه 38 به بعد سوره روم این است که فآت ذا القربا حقه و المسکین و ابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فأولئک هم المضعفون.
با اینکه این زکاتی که در سوره مبارکه روم هست که سوره مکی زکات فقهی مصطلح نیست، چون زکات فقهی مصطلح در مدینه واجب شده است در مکه. در همون مکه فرمود به اینکه انفاق و صدقه سودمند است، چون در میگردد و تولید را به همراه دارد و رفع نیاز مستر است، یک افتاده را دستگیری میکند و ربا یک ایستاده را افتاده میکند. فلا یربو عند الله، همون طوری که در سوره روم که سوره مکی سود و زیان صدقه و ربا را مشخص فرمود، در این آیات انفاق در آیات سوره مبارکه بقره هم مسئله انفاق و ربا را مشتکنار هم ذکر، سود و زیان را مشخص فرمود. لذا نه مسئله ربا در این آیه تمام می شود نه مسئله صدقه به پایان رسیده است. لذا هر دو را کنار هم ذکر فرمود. فعلا تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، بعد تون و ان كان ذو عسرة فنظرت الى ميسره و ان تصدقوا خير لكم، که با سخن صدقه است. والحمد لله رب العالمين.